دومین روز دیماه برابر با 23 دسامبر سال 1290 خورشیدی برابر با 1911 میلادی، تشکیل مجلس عالی با شرکت مقامات مملکتی با هدف بررسی اولتیماتوم روسیه به ایران. پس از اولتیماتوم دولت روس مبنی بر اخراج مستشار اقتصادی بیگانه از ایران و نپذیرفتن مجلس، قوای روس با آذربایجان ایران یورش برده دست به قتل عام و کشتار مردم زدند. در این میان و در حالی که روسیه تهدید به حمله به پایتخت نموده بود، یک مجلس عالی و فوق‌العاده مشتمل بر نمایندگان مجلس شورای ملی، وزرا، رجال، اعیان و اشراف و مقامات مملکتی در دربار تشکیل شد و جریانات اخیر را که بین دولت ایران و روسیه پیش آمده بود بررسی کردند. در این جلسه وثوق الدوله وزیر خارجه از رویه مجلس نسبت به رد اولتیماتوم روسیه سخت انتقاد کرد و خواهان نرمش در برابر تهدیدات روسیه گردید. پس از این تصمیم به انحلال مجلس گرفته شد، ولی نمایندگان سعی کردند در برابر سمسام السلطنه نخست وزیر وقت مقاومت کنند که البته کاری از پیش نبردند. در این میان با آنکه دولت ایران اولتیماتوم را پذیرفت و شوستر آمریکایی را از خزانه داری کل کشور معزول داشت، روس‌ها دست از شرارت و آدمکشی بر نداشتند. سال 1257 خورشیدی برابر با 1878 میلادی، اختراع گرامافون توسط تاماس ادیسون، مخترع آمریکایی که در طول عمر خود ابتکارات و ابداعات فراوانی را به انجام رساند. گرامافون یا دستگاه سخنگو نوع مقدماتی ضبط صوت بود. گرامافون دارای صفحه‌ای دایره‌ای با پوشش نازکی از ورقه فلز قلب بود که ادیسون آن را با دست می‌چرخاند، زیرا موتورهای برقی در آن زمان هنوز رواج نیافته بودند. هنگامی که گوینده در لوله ضبط کننده حرفی می‌زد، ارتعاشات مکانیکی تولید می‌شد و سوزن این ارتعاشات را به ورقه قلب منتقل می‌کرد. اثرات سوزن بر صفحه قلب نمایشگر زیری و بمی صدا بود. برای تکرار صدای ضبط شده سوزن دیگری در خطوط به جای سوزن اولی به کار برده می شد تا صدا را که در لوله ضبط کننده ثبت شده بود دوباره عیناً تولید نماید. سال 1392 خورشیدی برابر با 2013 میلادی، در گذشت میخائیل کلاشنیکوف، سازنده روسی اسلحه معروف کلاشنیکوف که در شمال روسیه در روستایی به نام سیبری در خانواده فقیر متولد شد. وی پس از آنکه در یکی از حملات ارتش شوروی به نیروهای آلمان نازی مجروح شد، تصمیم گرفت که با در هم آمیختن ویژگی‌ها و کاربرد سلاح آمریکایی M1 گرند و تفنگ آلمانی STG-44 یک تفنگ خودکار طراحی و تولید کند. سرانجام ساخت این سلاح به اتمام رسید و این اسلحه به طور رسمی وارد ارتش شوروی شد.